اوغان برای یک قرن پوزش بخواه، اوغان برای یک قرن که از غرامت بپردازه، مانند یهود، مانند نازی ها بیار یهود ها که از غرامت میپردازه، و اوغان برای یک قرن که از سکوت بکنه، به خاطر از 1747 تا سال 2022 اینا خراسان که از به کناراب و به تشناب و به کاروانسرای که از تبدیل کردن. امروز خراسان به جوک شده، امروز در تلویزیون های جهان که از جوک، از برقه، از همجنسگیرایی، از توپک سالاری، از کوگنار سالاری، از ریش جولیده طالب، از فرهنگ بدوی افغانیت و از این فرار اشرف غنی پدر ملعون و این کودک نادان بی سواد احمق به نام محب، یک انسان پزشک میگم هستم، یک کثیف بیناموس حتی میگم که جندخانه ای را که در داخل ارک جور کرده و تی به نام فضلی، اینا کشور ما را به گند کشیدن، اینا کشور ما را به گند کشیدن. امروز جوانای ما را بیش از صدها هزار متخصص کامپیوترکار پژوهشگر ما را امروز متواری ساختن، کانادا و امریکا و استرالیا روان کردن. شما میفهمی از لر رو بر امروز که از اوغان میآید، تمام مناطق ازبک نشین، تاجک نشین، هزاره نشین اوغان لر رو بر که از پر ساخته، امروز تمام اقلال و اقلای الماسی ما فرار کردن. کسایی که 20 سال سه زبان یاد داشتن، تخصص داشتن، کمپیوتر می فهمیدن، روابط بین دول خوانده بودن، اقتصاد خوانده بودن، ارقام ساختار خوانده بودن و دانشجو بودن، دانشگاه امریکایی، دانشگاه استاد ربانی، دانشگاه کابل. سه سال ما همراهشان در تماس بودیم، ما بیشتر تمرین ممونا را دادیم، از دانشگاه کاتب، از دانشگاه کاتب، از هزاره، از دانشگاه روشن، از دانشگاه های گوناگون اینا فارغ التحصیل شدن. امروز زنای ما بهترین چیره دسترین نویسنده های ما، ژورنالیست های ما، سخنورای ما و استادای دانشگاه ما کلشان رفتن یا دولت های همسایه مهاجر شدن. شما در یک کشوری که مستقر شوند حداقل 5 الی 10 سال از منظرگاه سمبولی کردر، از منظرگاه اجتماعی میگیرد تا اونجا که از شما تکیف بکنین، شما تا اونجا که از سازش پیدا بکنین به جامعه. این آسان نیست که ما کانادا رفتیم، بله تو کانادا رفته زمان میبره که تو با اون که از اونس پیدا بکنی. کلی را که از اشرف غنی پدر ملعون دیوانه که است، این که از مسئول است، این پدر ملعون محب، هر جایی که محب ما دیدیم، ما براتون میگم که اینه در فرقش محکم باید زده شوه. محب هیچگاه دیگه او را پروموت نکنیم، هیچگاه با او پلتفرم نتیم که بیاد بی بی سی صحبت بکنم و شما گپای یک آدم بی سواد مطلق است. من محب با تمام شاخصایش میشناسم، یک دیوانه مطلق از یک دیوانه مطلق دیگه که فقط کمپاین کرده بود براش، کارزارای انتخاباتش پیش برده بود، وفادار بود، یک سگ وفادار به غنی بود. به این دلیل اینا که از کشور ما را به گند کشاندن، اینا جوانان ما را فراری ساختن، اینا اقلای الماسی را که از فراری ساختن. شما میفهمین از منظرگاه اقتصادی که ما دوباره نوشته کرده، ما را به تقریبا 400 سال، 300 سال، 200 سال اینا کرد بردن. بانک های سوئیس ما را کرد گارانتور دیگه نمیتن، بکاپ نمیکنن ما را. بانک های امریکا ما را دیگه گارانتور نمیتن، بکاپ نمیکنن ما را. امروز پول ما چاله چرخش مالی نداریم، ما امروز ما تراکنش مالی ما کرد با صفر تقلیل پیدا کرده. امروز ما هیچ ساختار اقتصادی نداریم، ارقامی نداریم، بانک های ما با شلل به رکود مواجه شدن، بسیاری از تجارها که هست امروز مهاجر شدن و امروز فرار کردن از خراسان را بیجای شدن یا تیم انگلیسی ها دسلوکیت شدیم. به این دلیل تمام این هنجارا بر میگرده به اینمی پدر ملعون دیوانه پاگل فراری به نام اشرف غنی. هم این اشرف غنی همزه باید شرم داشته باشه، این پدر ملعون دیوانه، این باید از مزرعه چی، این باید از برو خودکشی بکنه، این محب چی میه در آکسفورد، پدر لعنت در باره چی صحبت میکنی، دستاورد تو چی است؟ تو مگم چرچل هستی؟ تو مگم روزفلد هستی؟ تو مگم واشنگتن دی سی یا جورج واشنگتن هستی؟ تو مالکم ایکس هستی؟ تو استیبن بیکو هستی؟ تو گاندی هستی؟ تو احمد شاه مسعود رحمت الله علیه؟ تو شهید مزاری هستی؟ تو این بزرگای هستی؟ بیای پیشکشنامه تقدیم بکنی، این دستاوردهای ما هست، تو چه دستاورد داری او پدر ملعون؟ تمام ساختارهای ما را کرد بگن کشانده، جوانای ما را که شما به شهادت رسانده و بعد از او که از حاکمیت، حکومت، دولت و هر چیزی که بود به برادرای ناراضی پدر ملعون اوغان دیوانه تان کرد.